اهورامزدا فرمودند من این افراد را می ستایم و با درود بیکران به سوی آنها می روم و به نام یاد می کنم آنان را، کسانی که بهترین ستایش ها و آفرین گویی ها را به جا آورند و مهمتر این که با زیر دستانشان فروتن باشند. درود بر همه شما خوبان، دوستان گرامی، با یک کلیپ دیگه در خدمت شما هستم. این کلیپ رو اختصاص دادم به یک سری ضوابط و قواعد و نامنگارها در دوره ساسانیان. دوستان عزیز، در ابتدای عرایض لایک و سابسکرایب رو بزنید، بریم سراغ ضوابط و مقررات و نامنگارها در دوره ساسانی و این قواعد رو بدونیم تا بتونیم تشخیص بدیم که این دوره ما با توجه به این موضوع دوره ساسانی هست. اولین مورد دوستان عزیز در رابطه با دوره ساسانیان اسامی مفرد علم هست. مفرد علم یعنی چی؟ ببینید، مفرد یعنی یک نفر، علم یعنی شناخته شده، مثل قلعه خسرو. خب این خسرو شناخته شده است، این دیگه نمیگن قلعه شاه، قلعه خسرو. خسرو کی بوده؟ خسرو پرویز. قلعه یک شخصی به نام خسرو پرویز، قلعه بهرام. این بهرام مفرد علم هست، قلعه ای بوده که بهرام اون رو ساخته یا به اسم بهرام هست. بهرام کیه؟ یک پادشاه هست. کدوم پادشاه؟ پادشاه دوره ساسانیان. خسرو پادشاه دوره ساسانیان هست، خسرو پرویز. پس اسامی مفرد علم، اسامی که شناخته شده هستند، با این اسامی میشه متوجه شد که ما با این نام و این اسامی، مثل بهرام، مثل خسرو، یعنی چی؟ یعنی این قلعه برمیگرده به دوره ساسانیان. مورد بعدی، اسامی نکره و جمع نکره، مثل چهل قلعه، مثل چهل دختران، مثل قلعه مادر و دختر، مثل قلعه خواهر و برادر، که اینها اسامی نکره هستند و جمع نکره هم دارند. ما دوستان گرامی علاوه بر این موارد ابزار جنگی هم داریم، ابزار جنگی مثل خنجر، مثل زین، یعنی قلعه خنجر. وقتی قلعه خنجر رو داشتید، اسامی جنگی به اسم قلعه و اون وسیله جنگی، قلعه و اون چیز ابزار یراق جنگی، قلعه زین، قلعه خنجر. ببینید همه اینها برمیگرده به دوره ساسانیان. مورد بعدی دوستان عزیز، در دوره ساسانیان روستاهای ما معمولا یا چهار حرفی بودن. ببینید، خسرو، خب، یا شش حرفی بودن، بهرام که میشه پنج حرف. در هر حال اسامی، ببینید اینهایی که دارم میگم، بیشتر اسامی دوره ساسانیان یا چهار حرفی بودن یا شش حرفی. همین بهرام ما هم شش حرفی بوده که در حالا در محاورات ما میشه بهرام پنج حرفی، اما در زمان ساسانیان همین بهرام هم دوستان عزیز شش حرفی بوده. پس اسامی و ضوابط و قواعد و نامنگارها دوستان عزیز در باستان حرف اول رو میزنن. به دنبال تفسیر عکس نباشید، زنجیره ها رو بدونید، محمولات رو بدونید، محمول هدف رو بدونید، تا بتونید با ارتقاء سطح دانش و معلومات دوستان عزیز در زمینه باستان بتونید حرفی برای گفتن داشته باشید. دوستان عزیز حمایت هم کنید با لایک و سابسکرایب، سایر دوستانتون رو تشویق کنید که این کانال، کلیپ های این کانال رو ببینن. چرا؟ چون واقعا آموزش هایی رو به شما میده که در هیچ کجایی نشنیدید و یقینا این آموزش ها با
مواردی که در ذهن شما هست کاملا متفاوت هست و کمی برای شما ناخوشاینده، اما قرار نیست که من بخوام دروغ بگم و شما رو جذب بکنم. واقعیت رو میگم هرچند از بنده گریزان باشید. دوستان گرامی، دوستتون دارم و همه شما رو به اخورای پاک میسپارم. حمایتم کنید با لایک و سابسکرایب. مهرتون جاوید. بدرود.